داستان سریع ترین رشد بلاگرهای ورزشی دنیا یعنی ولادیمیر رو براتون تعریف کردم. امروز میخوام توی این پست ایرانیشو براتون تعریف کنم، کسی که خودش میگه هیچ چیزی از سوشال میدیا نمیدونه ولی همه چیز سر جای خودشه، از اسم برندش گرفته، از شعار برندش و از نحوه صحبت کردنش و اصلی ترین موضوعی که باعث رشدش شده رو توی این ویدیو بهتون میگم. نیست به جز پسر قدیر، آیسان اسلامی. یعنی تنها باشین درد سر زندگیتون کمه، یه ذره آدم های دورتون رو کم کنین، چه خوب چه بد. بعد اجی اصلا مگه ما غازیم؟ این آدم خوبی بود، اون آدم الان تمام دنیا این شده، اون آدم بدی بود، اون آدم خوبی بود، چی کار داری کی خوبه کی بده؟ خودت باشی با خودت حال کن. آیسان اسلامی یکی از اون آدم هاییه که خیلی کیس استادی خوبیه برای خیلی ها و خیلی میتونه کمک کنه به شما ایده بده که چجوری سوشال میدیاتون رو بزرگ کنید و از همه اینها مهمتر یک کلید واژه باعث شده که اون خیلی پیشرفت کنه تو سوشال میدیا که آخر ویدیو بهتون میگه. آیسان یکی از سخت‌ترین استراتژی‌های رشد رو تو سوشال میدیا انتخاب کرده، اونم به این شکلی که به صورت لحظه‌ای تو باید تولید محتوا کنی، همون رو انتشار بدی و این کجاش سخته اونجاش سخته که خیلی وقتا اگر شما چیزی برای ارائه نداشته باشین مخاطب‌ها خسته میشن و شما رو دیگه دنبال نمی‌کنن. اصلا نه تنها باعث عذاب مخاطب‌هاش نشده بلکه باعث شده که مخاطب‌های بیشتری رو به صورت روزانه بهش اضافه بشه. من فکر کنم از 40-50 هزار نفر توسط یکی از دوستام بهم معرفی شد و از 40-50 هزار نفر تا 1 میلیون شدنش رو دنبال کردم. یک موردی که آیسان توش خیلی متخصصه تلینگ استوریه. تلینگ استوری همونجوری که تو ویدیوی ولادیمیرم گفتم یکی از موفق‌ترین و بهترین راهکارها برای جذب مخاطب تو سوشال میدیا است. توی افراد خانواده، تو دوستامون هم آدمهایی هستن که یک اتفاقی نقطه انقدر جذاب این داستان رو تعریف میکنن که ما دوست داریم از زبانمون بشنیم تا خودمون تعریفش کنه. تمام ما ایرانی ها یک حس کنجکاوی تو خودمون داریم، یعنی دوست داریم بدونیم که مثلا این همه میگن آمریکا چه چیزهایی داره، چه تفاوتهایی داره، مثلا بنزین چه جوریه، غذاها به چه شکلیه، چه جوری خرید میکنن. آیسان اینها رو به صورت کاملا تخصصی آروم و راحت به مردم میگه. آیسان گل مصرف میکنه ولی از اون زمانی که به 1 میلیون فالوور رسید و اون در واقع شخصیت اجتماعیش به جایگاهی رسید که دید خیلی ها دارن، خیلی جوانها دارن دنبالش میکنن، دیگه این کار رو توی سوشال میدیا به صورت عمده انجام نمیده. یعنی یه چیزی بوده 2-3 هفته است داره خودش رو کنترل میکنه و خیلی کار سختیه و همیشه هم گفته که گل چه اثرات منفی روی ذهنش و تأثیرات بدی که توی زندگیش گذاشته. اون به صورت روزانه هر روز ورزش میکنه، مردم رو به ورزش کردن دعوت میکنه، انگیزه بهشون میده. چرت خیلی حرفای عجیب غریب کتابی بلد نیست اما حرفایی بلدی که بسیار به دل میشینه چون از ته دلش میاد و اون انگیزه رو بهشون میده. شاید باورتون نشه، یه روزایی خود من که روز رسته هم بوده با ویدیوهاش گفتم خب این که اصلا رسته نداره، منم برم تمرین کنم. به نظر من اون به این رشته‌ای ترین بلاگر ایرانیه. چرا؟ چون غذا درست میکنه، ورزش میکنه، مشروبات الکلی و سیگار و گل مصرف میکنه، چیزهایی که هر کسی یک سری همزاد پنداری با یکی از این شخصیت ها داره، وابستگی به رفقاش و پدرش که خیلی بهشون احترام میذاره. یکی دیگه از دلایل موفقیتش تشنه نگه داشتن مخاطباشه. اون از روزی که من دارم دنبالش میکنم به هیچ کسی نیومده بگه که شغلش چیه، از کجا درآمد کسب میکنه و برای خیلی ها سوال پیش اومده که درآمد این پسر از کجاست. مثل خیلی از ما حس داره، ناراحت میشه، افسرده میشه ولی سعی میکنه این حس رو با فالوورهاش به اشتراک بذاره و اون انرژی منفی از خودش دور کنه. مهمترین چیز توی آیسان اینه که اون خودشه. من همین الان که دارم این ویدیو رو برای شما ضبط میکنم، لحنم با لحنی که توی دوستانم و جاهای دیگه هستم خیلی متفاوته، پشت فرمونم خیلی متفاوته ولی آیسان همونی که میبینی و این برای مردم و مخاطب یک ایده جدید و یک نفر جدیده و این یکی از مهمترین دلایل پیشرفت آیسان تو سوشال میدیا بوده. البته که الان یکی از آدمای تاثیرگذار شده و باید خیلی حواسش باشه به این که یه زمانی امکان داره افسردگی فضای مجازی یا بلاگرها بیاد سراغش. یک ویدیو دیگه من به زندگی ولادیمیر، یک بلاگر بزرگ که خیلیاتون ویدیوهاشو دیدین، اشاره کردم. حتما بهتون پیشنهاد میدم اون ویدیو رو هم ببینید. مخلصم.